10 خوراکی ضد افسردگی. افسردگی یک اختلال خلقیه، یا بهتر بگیم احساس درونی همراه با غم، اندوه، خشم، بی‌حوصلگی و بی‌میلی که میتونه بر تمام افکار، رفتار و احساسات یک فرد تأثیر بذاره و فعالیت‌های روزمره اون رو مختل کنه. این بیماری علائم و نشانه‌های مختلفی داره که در افراد مختلف متفاوته و شدت متفاوتی هم داره، مثل احساس غم و اندوه شدید، خستگی، تغییر در اشتها و میل جنسی، مشکل تمرکز، منزوی شدن، اختلال خواب و ناامیدی. حتی بعضی از افراد که با نوع شدید اون روبرو هستن به فکر خودکشی هم میافتند. سلام به همه همراهان نیواک تیوی. خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. اینجا هدف اصلی ما بهبود سلامت جسم و روان شماست. لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از آپلود همه ویدئوها با خبر بشید. توی این ویدئو می‌خوایم بریم سراغ 10 تا خوراکی ضد افسردگی. اما اول باید ببینیم افسردگی چی هست و چه عواملی روش اثر دارن. با ما تا پایان این ویدئو همراه باشید. عوامل زیادی از جمله تغییرات هورمونی، ژنتیک، مبتلا شدن به یک بیماری خاص و عوامل محیطی باعث میشن که شما در معرض ابتلا به افسردگی قرار بگیرید. افسردگی میتونه به یک سری از بیماری ها مثل کمبود ویتامین دی و مشکلات تیروئیدی هم مرتبط باشه. پس تشخیص صحیح نوع بیماری کاریه که به عهده پزشک شماست و اون میتونه با انجام دادن یک سری آزمایشات و پرسیدن یک سری از سوالات به این موضوع برسه. اولین درمانی که وجود داره مشاوره درمانی و مراجعه به یک روانشناسه. راه حل دوم مصرف دارو تحت نظر دکتره که ممکنه عوارض جانبی هم به دنبال داشته باشه. پس بهتره قبل از مصرف هر داروی راه‌های ممکن دیگر رو هم بررسی کنیم. ورزش کردن، تغذیه سالم و رژیم غذایی مناسب از دیگر راه‌های مبارزه با این بیماری خاموشه. کربوهیدرات ها، اومگا 3، ویتامین B، ویتامین D، سلنیوم و غیره از عوامل تأثیر گذارن که ما میخواییم تو این ویدیو شما رو با 10 تا از خوراکی هایی که به دلیل دارا بودن این مواد تو این بیماری به کمک شما میان آشنا کنیم. این خوراکی ها شامل این موارد میشن. اول از همه کاکائو و شکلات تلخ. شکلات هم خوشمزه است، همین که میتونه به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان ها در کاهش استراب و افسردگی مؤثر باشه و هورمونی که در زمان عاشق شدن در بدن شما ترشح میشه رو ایجاد کنه. دومین خوراکی که بهتون معرفی میکنم تخم مرغه. این بیضی خوشمزه علاوه بر داشتن ویتامین آ که باعث شادابی پوست شما میشه، روی خلق و خوی شما هم اثر میذاره که به دلیل دارا بودن ماده‌ای به نام کولین هست. این ماده در میزان تولید ماده‌ای در مغز که مسئول تنظیم کردن حالات ماست دخیله. بریم سراغ خوراکی سوم لیستمون، یعنی سبزیجات. البته اونایی که برگای تیره تری دارن مؤثرترن، مثل اسفناج، کلم کالی و برگ چغندر که علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن به دلیل دارا بودن انواع ویتامین آ، سی، ای و کا از التهاب مغز هم جلوگیری میکنن که یکی از دلایل مرتبط با افسردگی شدیده. خوراکی بعدی لیستمون چای سبزه. به دلیل سرشار بودن از آنتی اکسیدان ها و اسیدهای آمینه میتونه به شما کمک کنه تا به طور طبیعی با افسردگی مبارزه کنید. تانین های چای نقش مهمی در کاهش استرس داره و باعث میشه سطح دوپامین مغز، هورمونی که نقش مهمی در بدن داره، افزایش پیدا کنه. بریم سراغ ماهی. نیازی به گفتن نیست که ماهی چقدر میتونه برای سلامتی شما مفید باشه. در این میان ماهی های چرب مثل سالمون، تون و ساردین که حاوی میزان زیادی اومگا 3 هستن نمیذارن شما تو دام افسردگی بیفتید. فلفل حاوی ترکیبی به نام کپسایسین هست که محرک تولید هورمون خوش اخلاقی یعنی اندورفینه. اکثر فلفل ها این ترکیب فوق العاده رو همراه خودشون دارن، پس بهتره بیشتر توی غذاهامون از این ماده ارزشمند استفاده کنیم. ویتامین B به عنوان یک عامل محرک و تأمین کننده انرژی بدن تأثیر زیادی داره. پس از مارچوبه که علاوه بر فولیک اسید ویتامین B هم داره غافل نشید. تبدیل تریپتوفان در بدن به سروتونین هورمون شادی کاریه که این ماده غذایی انجام میده. یکی از داروهای طبیعی ضد افسردگی و شادیاور مخمره که میتونه به مرور زمان حال شما رو خوشتر کنه. اگرچه میتونید قرصهای خوراکی مخمر رو از داروخانه هم تهیه کنید، اما پیشنهاد ما مصرف طبیعی اونه، یعنی مصرف دلستر. از خوردن گوجه فرنگی غافل نشید. سعی کنید خوردن 2 تا 6 گوجه رو در طول هفته در برنامه غذایی خودتون قرار بدید، چرا که شما رو کمتر در معرض این بیماری قرار میده و تأثیرات مفیدی بر پیشگیری از علائم افسردگی داره.
گوجه فرنگی یکی از منابع اصلی فولیک اسید و اسید آلفا لیپوئیکه که نقش مهمی رو در بدن ایفا میکنن. و در آخر بریم سراغ دانه ها. دانه هایی مثل تخم کتان، شاهدانه و تخم چیا برخلاف ظاهر کوچیکشون سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستن و میتونن علاوه بر مواد مغذی خودشون میزان جذب مواد مغذی سبزیجات دیگر رو هم افزایش بدن. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. نظر شما چیه؟ کدوم یکی از این خوراکی ها رو به عنوان یک خوراکی ضد افسردگی میشناختید؟ ممنون میشم نظرات و تجربیات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایکش کنید و فراموش نکنید ویدیوی دیگه‌مون رو با عنوان شاه کلید رهایی از افسردگی حتما تماشا کنید.